با سلام خدمت ولی امر مسلمین جهان در ام القراضه ولایت، همراه با روحانیون معزز و مقنپز خدمتتون رسیدیم تا برخی از مشکلات علما رو در این روزها خدمت معظم الله مطرح کنیم. همونطور که مستحضرید، این روزها روحانیت وضعیت زاگاریتی دارد. جماعتی شدیم که فقط تو ترافیک پشت همیم، چراغ که سبز بشه از رو همدیگه رد میشیم. این که از خودمون، مردم هم که در رابطه با روحانیت سنگ تموم گذاشتن، از مواردش که حتما خبر دارید، از مترو و اینا، طوری شده که بنده توی تلویزیون دلغک بازی هم که در میارم و میخوام راهکار بدم برای شادی، طرف تماس گرفته میگه شما اشک ما رو در نیار، ما خودمون بلدیم چطوری بخندیم. باید خدمت مقام عظمای ولایت عرض کنیم که ما این روزها در حوزه بحث‌های بسیار مهم می‌داریم. کشف علما مبنی بر اینکه بادمجون اولین میوه‌ای بود که به ولایت اقرار کرد بسیار مهم بود. البته شبهاتی هم در این زمینه وجود داره که کیوی و نارگیل با توجه به اون ریش و پشم و محاسنشون اولین روحیدنی‌هایی باشن که به ولایت اقرار کردن و اونو قبول کردن، نه بادمجون شیش تیره با کلاه مکزیکی. البته یک سری استفتاءات هم هستش که میگه دومین میوه‌ای که به ولایت اقرار کرد انار بوده، با شعار خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. البته بقیه میوه‌ها به خصوص میوه فریب خورده، یعنی انگور، اگه بیان تو تلویزیون به اشتباهاتشون اعتراف کنن و به ولایت اقرار کنن، میتونن به دامن ولایت برگردن. البته الان صحبت از اشتباه شد، به یاد شوهرخاله فقیرم افتادم. قد 1.90، وزن 82، ستار میزد، اسکیروآب، تنیس، ورزشکار، مشتی، چشم و ابرو مشکی، یعنی اصلا قابلیت سوپر استار شدن داشت. فقط یه مشکلی داشت، آخوند بود، مارم آخوند کرد. میخوام بگم یه اشتباه میتونه همه خوبی ها رو ببره زیر علامت سوال. حضرت آقا من یه نکته داشتم. حرفای این طلبه ها رو گوش نکنی، اینا حرفاشون رو از قبل هماهنگ کردن که چی بگن. اینا فکر میکنن که شما فنتتون ناسور شده، میخوان یه راهی پیدا کنن سر شما گول بمالن، بعدش هم فلنگو ببندن. همینه دیگه، وقتی 4 تا جوجه بسیجی تو روی شما در میان، این طلبه ها هم دم در میارن. الهی که جز جیگر بزنی. اینا چه میدونن اقتدار ولایت چیه حاج آقا؟ مقام عظما با همین جسم ناقصشون تو ملاقات با پوتین دمپایی پوشیده بودن. فکر اینکه اسمش پوتینه با دمپایی بری دیدنش، لرزه بر اندام ایادی شرق و غرب میندازه. این جوونی ها وسط جلسه و وسط حرف چشم آخونده مکرمه. بله اولین آخونده مکرمه، هر وقت گفتن جسد شما خودتو بنداز وسط. شما یه بار تنها بدون آقاتون برو مترو، اونجا ببین چه بروز علما میارن، بعد بیا واسه ما سوسه بیا. فعلا هم که همه علما دنبال پاسپورت و ویزان که یه طوری دودره کنن برن. بشین بینیم بابا آخونده آمریکایی. مقام عظما اینا دارن سیاه نمایی میکنن، شما رو ببو گیر آورده میخواد اسکلتون کنه. ما خانمای ولایت مدار اصلا همچین تصویری نداریم. الان سوال ما اینه که این خارجی ها با این همه بحران های اقتصادی و فرهنگی و از بین رفتن انسانیت و فروپاشی بنیان خانواده ها و فسادهای عظیم مالی و از بین رفتن آزادی اجتماعی، چرا هیچ کدوم اینا به فکر مهاجرت به ایران و قرار گرفتن تو آغوش ولایت نمیافتن؟ سب کن بینیم نظر خود عظما چیه. عظما شما خیلی خوشحالم از این دیدار، غیر از این که با جمع طلبه نشست و برخاست کردن و گفتشونت کردن برای ما شیرین و لذت بخش هست. مطالبی که گفته شد در این جلسه، چه اونایی که اینجا بیان کردن دوستان، چه اون مطالبی که ایستادند و به عنوان اعتراض یا به عنوان درخواست مطرح کردن، همه اینها مطالب خوبی بود و برای بنده خرسند کننده است. بفرما، این اسکل کردن میخواد، این خودش ریب میزنه. یک ساعت چرت و پرت گفتیم، آخرش میگه مطالب خرسند کننده بود. ای با مقام عظما، سر تخته به شورنتون سنگی رو یخ کردیم ما رو. آخه این مقام عظما با اون مقام عظما که ما سراغ داشتیم تومنی 2000 فرق داره. حالا عیزه بدیم بیام خدمتتون.